سلام، این یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویا SEO. معلی هستم و بریم سراغ این ویدیو. توی ویدیو قبلی راجع به موارد مختلف صحبت کردیم، مثل اینکه SEO چیه، نمیدونم اصلاحات SEO چیان، فرآیند درست SEO کردن وبسایت‌ها چیه و این موارد. اما داخل این ویدیو کم کم می‌خوایم کار عملی SEO رو شروع کنیم. اولین چیزی که می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم، تنظیم وبسایتتون داخل GSCه. چی؟ گوگل سرچ کنسول. گوگل سرچ کنسول یه ابزار رایگان از گوگله که شما میتونید با استفاده از اون وبسایتتون رو مدیریت کنید و در مورد عملکرد و رتبه وبسایتتون توی نتایج جستجو اطلاعات مفیدی به دست بیارید. برای ثبت نام توی سایت گوگل سرچ کنسول داخل اینترنت باید سرچ کنید آموزش ثبت نام در گوگل سرچ کنسول. چرا داخل این ویدیو نمیگیمش؟ فقط اینکه مراحلش دائما آپدیت میشه و تغییر میکنه بعضی از مراحلش. اما داخل وب سرچ بکنید، همونجوری که خودتون اینجا میبینید، کلی آموزشاشو گوشتن میتونید از اونها مرحله مرحله و قدم به قدم استفاده کنید. اما سه تا از مزایایی که گوگل سرچ کنسول بهتون میگه رو براتون میخوام بگم. اولش اینکه با استفاده از سرچ کنسول شما میتونید صفحات جدیدی که داخل سایتتون ایجاد میکنید و کلا روند ایندکس شدن سایتتون رو داخل موتور جستجو مثل گوگل بررسی کنید. حالا میخواد وب مستر تولز بینگ باشه یا مثلا سرچ کنسول گوگل، کلا این ابزار که معمولا برای همه موتور جستجو هم به صورت اختصاصی وجود داره یکی از عملکرداش همین. دومین موردش اینه که پیام‌های خطا و هشدارهای لازم برای صفحاتتون میتونید ببینید. آقا این صفحه فلان به علت فلان مورد ایندکس نشده، شما درخواست دادید اما ایندکس نشده، یا مثلا فلان صفحه فلان ارور رو داره، اینم یو آر الش مثلا نامناسبه، لینکش مثلا 404 نه فلان، همه موارد رو داخل اونجا میتونید ببینید. و کلا برای پیگیری کردن این بهینه‌سازی سایتتون برای موتور جستجو سرچ کنسول خیلی مفیده. توی ویدیویی که کاملا جدا برای سرچ کنسول میسازیم، آموزش مثلا استفاده و پنل مدیریت این چیزا، شاید هم چند تا ویدیو بشه کامل راجع به امکاناتش صحبت میکنیم. اما در حالت کلی اولین قدممون این بود. دومین مورد ایجاد سایت مپ برای وبسایته. شما وقتی سایت مپتون رو ساختین، بهتون میگم چجوری باید سایت مپتون رو بسازید، باید داخل سرچ کنسول این سایت مپ رو تعریف کنید. نقشه سایت XML یه فهرسته که تمام صفحات وبسایت شما رو به صورت ساختارمند برای موتورهای جستجو ارائه میده. سه تا از مزیت‌های ایجاد سایت مپ رو الان می‌خوام بهتون بگم. اول موردش اینه که شما تمام صفحاتتون رو اینجوری به موتورهای جستجو معرفی می‌کنید. یه لیستی که همه صفحات داخلشه دیگه. حالا گوگل میاد اونها رو بررسی می‌کنه. دوم موردش اینه که شما به موتورهای جستجو کمک میکنید که سریعتر صفحاتتون رو ایندکس کنن. چرا؟ چون وقتی گوگل یا موتورهای جستجو میان این سایت مپ رو بررسی میکنن، اتوماتیک میبینن که آقا یه صفحه اضافه شده، ایندکس. دوباره صفحه اضافه شده، ایندکس. این صفحه مثلا تغییر کرده، مودیفای دیتش متفاوته، دوباره ایندکسش میکنن و به همین صورت. و همینطور مورد سوم اینکه از ایندکس شدن صفحات غیر مرتبط، این صفحات که نمیخواین، جلوگیری میکنین. یعنی داخل پنل مدیریتتون تنظیم میکنین که فلان صفحه داخل سایت مپتون قرار بگیره یا نه. معمولا داخل پنل مدیریت دو تا تنظیم وجود داره. صفحه‌ای که دارید تعریف میکنید، اول اینکه ایندکس باشه یا نو ایندکس باشه، و دوم اینکه داخل سایت مپ قرار بگیره یا قرار نگیره. اینجوری شما اون صفحه رو مدیریت میکنید، پس از ایندکس شدن صفحات غیر مرتبط جلوگیری میشه. برای اینکه برای سایتتون سایت مپ بسازید، اگر از وردپرس استفاده میکنید، میتونید پلاگین های مختلف رو نصب کنید، مثل خود مثلا رنکمس یا مثلا یاسو یا کلا پلاگین های SEO یا وردپرس، این قابلیت رو دارن که سایت مپ ایجاد میکنن. اگر نمیتونید، صرفا یه پلاگین سایت مپ برای وبسایتتون دانلود کنید یا نصب کنید، یا اگر از وبسایت های اختصاصی استفاده میکنید، باید با برنامه‌نویسیتون صحبت کنید که یه سایت مپ داینامیک برای وبسایتتون طراحی بکنید. یعنی وصل بشه پنل مدیریت، اتوماتیک وقتی یک صفحه رو میذارید داخل سایت مپ قرار بگیره یا نگیره، نمیدونم بازه بررسی اون به چه فاصله باشه، مثلا یه روزه باشه، یه ماهه باشه، چقدر باشه، اینو دقیقا باید به صورت داینامیک داخل اون سایت مپتون قرار بگیره. اگر سایت استاتیک دارید، یعنی سایت ثابته که خودتون میتونید اصلا دستی فایل ایجاد بکنید، سایت map.txt تو صفحه اصلی، تو دایرکتوری اصلی هاستتون بذارید و دونه دونه با فرمت XML صفحاتو داخل اونجا وارد کنید، که البته من پیشنهاد نمی‌کنم، داینامیک باشه خیلی بهتره کلا. حالا شما وقتی این سایت مپتون رو ساختین، توی تنظیمات گوگل سرچ کنسول یه قسمت به نام سایت مپس هستش، اونجا میرید این سایت مپو به گوگل سرچ کنسولتون معرفی میکنید، وصلش میکنید. بخش بعدی که میخوایم بریم سراغش، افزایش سرعت ایندکس شدن صفحات شماست. چه روشهایی وجود داره برای اینکه گوگل سریعتر صفحات ما رو ایندکس بکنه؟ یکیشو گفتم، گوشتن سایت، گوشتن اون آدرستون داخل سایت مپتون. پس باید سایت مپ داینامیک باشه که هر صفحه که میسازین داخلش قرار بگیره و اتوماتیک ایندکس بشه. ولی در کل سرعت ایندکس شدن صفحات وبسایت شما به چند تا عامل بستگی داره.
اولین عاملی که بهش بستگی داره با تعداد صفحات سایت شماست. یه وقت سایتتون 10,000 تا صفحه داره، یه وقت سایتتون مثلا 10 تا دونه صفحه داره. خب کدوم سریعتر ایندکس میشه؟ اون که 10 تا دونه صفحه داره داخل گوگل سریعتر ایندکس میشه. البته گوگل انقدر قوی هست که زیاد، البته این عددی که گفتم واقعا زیاد تاثیر ندارم، 10 تا با مثلا 1000 تا 10,000 تا برای گوگل اونقدر تفاوتی نداره، ولی به هر حال یه فاکتور تاثیرگذار. مورد بعدی حجم محتوای وبسایت شما. هر چقدر حجم بیشتری داشته باشه، غیر از تعداد، هر چقدر حجم بیشتری داشته باشه، سرعت ایندکس شدن هم تاثیرگذاره. توی قدم بعدی بهتون میگم چجوری این سرعت رو بیشتر بکنید، اما در کل دارین فعلا فاکتورهایی که موثر رو بررسی میکنید برای اینکه اطلاع داشته باشید. مورد بعدی عوامل فنی وبسایت شماست، مثلا ساختار URLتون، سرعت بارگذاری صفحات و همینطور وجود اون سایت مپ دات ایکس ام ال که چند دقیقه پیش چجوری صحبت کردیم. حالا اینجا میخوام بهتون 4 تا روش مختلف بگم که میتونید سرعت ایندکس شدنتون مقدار بیشتر کنید. اولیش به روز رسانی محتواتونه. ببینید شما وقتی محتوا منتشر میکنید خیلی مهمه برای گوگل که اون محتوا سبز باشه. راجع به مثلث گوگل صحبت کردم جلسات اول. یه مثلث عشقی داره بین گوگل، کاربر و شما. خب هر چقدر شما برای کاربر بیشتر کار کنید، گوگل هم شما رو بره بالاتر. برای گوگل مهمه که وبسایت شما یا حداقل مطلب شما آپدیت باشه که به کاربر اطلاعات جدید و ارزشمندی ارائه بشه. پس شما باید هر چند وقت یه بار مقالاتتون رو آپدیت نگه دارید. هم متنش رو باید آپدیت کنید، هم لینک ها رو باید آپدیت کنید، مخصوصا اون 150 تا کلمه اول هر مقاله. مورد بعدی استفاده از لینک های داخلیه. شما وقتی داخل صفحات مختلفتون راجع به یه صفحه که مرجع هستش صحبت میکنین و از اون به اون صفحه مرجع داخل سایتتون لینک دادین، خب گوگل میاد دوباره اون صفحه رو بررسی میکنه. وقتی داره صفحه A رو بررسی میکنه، میاد تو صفحه B، صفحه B هم بررسی میکنه، از صفحه C هم دوباره اومده تو B، هی B رو بررسی میکنه. یعنی از جاهای مختلف به این لینک دادین. پس این صفحه رو میاد دائما ایندکسش میکنه، امروز، فردا، پس فردا، همینجوری هر زمان که هر کدوم از این صفحات رو ایندکس میکنه، اینم ایندکسش میکنه. مورد بعدی بهبود سرعت بارگذاری صفحاته. میاد بخش سئو تکنیکال میشه که سرعت لود شدن صفحه باید بالا باشه. توی مقالاتتون، توی دستبندی‌ها، توی برچسب‌ها، کلا توی همه چیز، صفحه فروشگاه، کلا هر جایی که در نظر بگیرید، ساختار استانداردی باید برای یوآرالتون داشته باشید. مثلا چی؟ آقا شما وقتی راجع به مجله دارید صحبت میکنید، نباید 1 کیلومتر فقط اون ساختارتون رو بنویسید. باید مثلا مشخص باشه آقا example.com/mac/فلان یا مثلا /mac/tag مثلا اسم تگتون باشه. یه ساختار استاندارد باید داشته باشه. گوگل گیج نشه بفهمه چی به چیه. اما حالا به غیر از این دو مورد، دو تا عامل وجود داره که میتونه سرعت ایندکس شدن صفحات شما رو به شدت بالا ببره. یه زمان هست شما کلی صفحه دارین و خب نمیتونین دونه دونه این کار رو برای همه صفحات انجام بدین، خیلی سخت و زمان بره. یه ابزار کمکی میخواین. دو تا ابزار کمکی ما اینجا داریم. یکیش ایندکس ناوه، دومیش گوگل ایندکسینگ ای پی آیه. ایندکس ناو متاسفانه برای گوگل نیستش، یعنی گوگل این قابلیت ایندکس ناو رو نداره. برای بینگ و یاندکس چجوریه؟ شما میاد یه دونه کلید یا API جنریت میکنید برای وبسایتتون داخل خود ایندکس ناو، وبسایت بینگ، بخش ایندکس ناو که برید یه کی براتون جنریت میکنه، بعد داخل دایرکتوری اصلی وبسایتتون رو میذارید و وریفایش میکنید و از این بعد هر زمان که خواستید به بینگ میگید آقا این سفر رو برام مثلا ایندکسش کن، که به انگلیسی اگه بزنید how to use ایندکس ناو for بینگ براتون کامل آموزشش رو میاره. در از ایندکس ناو یه پروتکل ساده است که به شما امکان میده به موتورهای جستجو که گفتم بینگ یا یاندکس هستش اطلاع بدید که فلان صفحه تو وبسایت شما جدیداً ایجاد شده یا مثلا آپدیت شده. سایت ایندکسیار یکی از سایت‌های خفن ایرانیه که به شما اجازه میده آقا داخل گوگل ایندکسینگ ای پی آی که برای خودتون میسازید با تعداد انبوهی بتونید برای وبسایتتون استفاده کنید. ایندکسیار یه پلتفرم آنلاینه برای ایندکس شدن سریع و در اصل یه رابطه بین وبسایت شما و گوگل ایندکسینگ ای پی آی که با اتصال وبسایت شما به ای پی آی گوگل باعث ثبت درخواست آسون و سریع‌تر ایندکس شدن صفحات میشه. همینطور تعرفه استفاده از ایندکسیار هم یه عدد کاملا معقوله که به نظر من خیلی میصرفه براتون و من خودم توی شرکت که داریم کار میکنیم از ایندکسیار برای ایندکس شدن سریع‌تر صفحاتمون استفاده میکنم. بخش بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینکه چجوری متوجه بشیم صفحات ما داخل گوگل ایندکس شده یا نه، یعنی از چه صفحه‌ای داخل گوگل ایندکس شده، چه صفحه ایندکس نشده هنوز. اول روشش استفاده از همون گوگل سرچ کنسوله که ابتدای ویدیو هم بهتون گفتم. داخل گوگل سرچ کنسولتون که برین یه بخش هستش به نام پیجز. اگه وارد پیجز بشید اونجا لیست و نمودار کلا صفحات که داخل سایتتون
پیدا شده ولی ایندکس نشده، یا مثلا پیدا شده با ارور مواجه شده و این موارد رو میتونید مشاهده کنید. یکی از کارهای دیگه که میتونید بکنید یو آر ال اون صفحه‌ای که میخواهید ببینید ایندکس شده یا نه رو داخل اون نوار سرچ بالای سرچ کن نوار بالای سرچ کنسول وارد کنید. اینتر که بزنید بهتون میگه URL is in Google یا URL is not in Google. اگه ایندکس نشده بود شما میتونید ریکوست ایندکس رو اونجا بزنید که بعد از یه مدت داخل گوگل ایندکس بشه اون صفحه. یه کار دیگه که میتونید انجام بدین اضافه کردن دستور سایت دو نقطه قبل از آدرس وبسایتتون. مثلا سایت سینسرجاو که میدونید پروژه اصلی هستش که من الان روش کار میکنم، سایت اون هستش، توی گوگل میزنن سایت دو نقطه sinsajav.com. حالا هر آدرسی که از سایت سینسرجاو داخل گوگل ایندکس شده باشه رو اونجا من نشون میده با اون عبارت تایتلش و به همراه دیسکریپشنش. اما برای قدم آخر این ویدیو میخوام ببینیم چه عواملی میتونه باعث بشه که یه صفحه ما داخل گوگل ایندکس نشده باشه یا ایندکس نشه یا دیر ایندکس بشه. داخل ویدیو قبلی بهتون گفتم موتورهای جستجو چجوری کار میکنن. موتورهای جستجو با استفاده از خزنده هایی که دارن میان داخل سایت ها کراول میکنن، سایت ها رو بررسی میکنن، به صفحات مختلف میرسن و با استفاده از دستوراتی که ما بهشون دادیم، یعنی آقا ایندکسشون کردیم یا نو ایندکسن، میدونید استفاده از تگ ایندکس یا نو ایندکس، فالو یا نفالو، ایندکس فالو اگر باشه، اون صفحه رو میاد داخل گوگل ایندکسش میکنه. اما یه مرحله قبلترش میره داخل robots.txt و از داخل وب صفحه robots.txt اون فایل متنیه میاد میبینی که اون صفحه رو اصلا اجازه داره بره داخل یا نه. پس اولین موردی که ممکنه باعث بشه یه صفحه ما ایندکس نشده باشه استفاده از فایل robots.txt به صورت اشتباهه. پس فایل robots.txt یه فایل متنیه که به موتورهای جستجو میگه کدوم صفحات رو از سایتمون ایندکس کنن و کدوم صفحات رو ایندکس نکنن. حالا اگه فایل robots.txt ما درست نباشه گوگل متوجه نمیشه چه صفحاتی رو باید بررسی کنه و چه صفحاتی رو نباید بررسی کنه. مثلا اگر /mag رو ما داخل robots.txt دیسالو کرده باشیم عملا گوگل اصلا متوجه نمیشه که یه قسمتی داریم به نام مگ، پیداش نمیکنه، اصلا ایندکسش هم نمیکنه. در یه صورت میفهمه ها. چجوری میفهمه؟ ببین مثلا توی یه صفحه دیگه تون لینک دادین از اون صفحه به مثلا صفحه مگ بسش مگ، میاد تون صفحه میبینی که آقا اینجا یه لینک وجود داره و این لینک ریفر شده به اون صفحه اسلش مگ. خب داداش گوگل اینجا چیزگیجه میگیره، میاد میبینه که من از اینجا میرم تو صفحه اسلش مگ، اما از robots.txt از بالا دستور ساده شده که اصلا اسلش مگ رو کراول نکن. الان من چیکار کنم؟ تو اینجا میگی لینکش اینها، از اون طرف میگی کراول نکن. این نکته خیلی مهمیه ها، یه مشکلیه که خیلی ها اصلا نمیدونن، خیلی اشتباه انجامش میدن. شما وقتی دارید به هر دلیلی فرض کنید یک سفر رو از robots.txt دیسالو کردید، حالا به هر دلیلی نیاز شده که لینک بدین بهش، این لینکی که میخوایم بهش بدین باید نوفالو باشه لینکش، یعنی از رل نوفالو استفاده کنید. اینجوری گوگل ببینید فالو نوفالو رو قبلا بهتون توضیح دادم دیگه داخل ویدیو قبلی. شما وقتی که لینک نوفالو میدید یعنی اعتبار این صفحتون به اون صفحه منتقل نمیشه، پس هیچ تضمینی وجود نداره که اصلا اون صفحه اهمیت داشته باشه. پس گوگل اینجا گیج نمیشه، یه صفحه قرار نیست ایندکس بشه، بهش هم لینک دادین اگر نوفالو باشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. الان بحثمون اصلا این نبودش، ولی در کل یکی از دلایلی که ممکنه شما منتظر باشین آقا یه صفحتون ایندکس بشه اما ایندکس نشه اینه که داخل robots.txt تو ممکنه که تنظیمات اشتباه انجام داده باشین، مثلا دیسالو کردین اون صفحه رو یا حتی اون مثلا کاتگوری رو کلا دیسالو کردین، اون دایرکتوری و ساب دایرکتوری رو مثلا دیسالو کردین. مورد بعدی استفاده کردن از تگ نو ایندکس داخل اون صفحتونه. ممکن داخل اون صفحتون اشتباهاً از تگ نو ایندکس استفاده کرده باشین و هی منتظرین ایندکس بشه ببینین که ایندکس نمیشه و همین چک میکنید ای بابا من اشتباهی نو ایندکسش کرده بودم، مثلا اون صفحه رو داخل تنظیمات پنل مدیریتم نو ایندکس استفاده کرده بودم. یا مثلا یه سری صفحاتمون رو داخل یه سری قسمت‌های محدود از وبسایتمون بذاریم. خب کلا مثلا 10 جای وبسایت بهش لینک داده شده، شاید مثلا 2 جای وبسایت بهش لینک داده شده باشه. اینجوری خیلی دیرتر اون صفحه رو پیدا می‌کنه گوگل، اگر البته از سایت مپتون پیدا نکنه. و اینجوری خیلی دیر ایندکس میشه. ما فکر می‌کنیم ایندکس نشده، در حالی که نه، یه قرن صبر بکنید ممکنه که ایندکسش انجام بشه. ولی اگه همه اصول رعایت بکنید این موردم پیش نمیاد. از همه جا بهش لینک بدین، نمیدونم، از همه جایی که مناسبه بهش لینک بدین، نمیدونم داخل سایت مپتون قرار داده باشه، باقی تنظیماتش هم درست انجام بدین، بالاخره این سر تایمش ایندکس میشه. مورد بعدی که ممکنه باشه و مورد آخر محتوای دابلیکیت. خیلی وقتا محتوای دابلیکیت مثلا فکر می‌کنید فقط راجع به این قضیه است که شما سئو کلاه
خاکستری استفاده کنین، یعنی یه محتوا رو دائما داخل وبسایتتون کپی پیست بکنین، نه صرفا اینجوری. شما ممکنه که یه بخش از وبسایتتون رو اشتباهاً چند جا استفاده کرده باشین، نه بخش استاتیک سایت ها مثلا فوتر و هدر و اینا، نه، یه مقالتون رو مثلا همون محتوا رو داخل صفحه درباره ما گوشتین، همون محتوا رو داخل صفحه اصلیتون هم گوشتین، خب صفحه درباره ما تون چون از اتوریتی پایین‌تری قاعدتا برخوردار هستش، احتمالاً دیرتر ایندکس میشه یا بعضی وقت اصلا ایندکس نمیشه. پس محتوای یونیک باید استفاده کنید. تازه علاوه بر این، شما وقتی از یه وبسایت دیگه کاملا کپی پیست رو انجام بدین، معمولاً دوپلیکیت میشه وبسایتتون و ممکنه که بعد از تکرار وبسایتتون پنالتی جریمه بشه. اما در کل بعضی وقتا هم هست شما محتوای کپی رو از یه وبسایت دیگه اینن استفاده میکنید، حتی رتبتون هم از اون وبسایت بالاتر میره. این کار اصلا اصولی استاندارد نیست، ولی بعضی وقتا هم چه اتفاقی میفته که البته احتمال خیلی زیاد اون برطرف میشه، یعنی اون وبسایت به علت اینکه مرجع شناخته میشه بعد از یه مدتی میاد بالاتر. و اصلا این کار اعتبار شما رو زیر سوال میبره. کاربر خیلی براش مهمه که محتوایی که داره میخونه غنی باشه. وقتی کاربر بفهمه که محتوا کپی از یه جای دیگه است، خود کاربر سریعت به سایتتون سر نمیزنه و همین باعث میشه که رتبه سایتتون توی طولانی مدت افت پیدا کنه. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. پیشنهاد میکنم ویدیو قبلی حتما ببینید. دوره آموزشی بدون ویدیو قبلی کامل نیستش. اگر سوالی داشتید داخل قسمت کامنت ها بپرسید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و برام از این دکمه پایین کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. توی ویدیو بالا ابزارهای سئو رو بهتون معرفی کردم و توی ویدیو پایین هم بهتون استراتژی کیورد رو گفتم. مرسی ازتون. ویدیو بعد می‌بینمتون. فعلاً.